سلام مجدد به همه شما همراهانم در آکادمی آنلاین زبان سوئدی. امروز میخوام در خصوص صفت در زبان سوئدی با شما صحبت کنم. صفت کلمه‌ایه که ویژگی ها و خصوصیات یک اسم رو تشریح و بیان میکنه. برای مثال فین یعنی خوب، قشنگ، فین. ستور یعنی بزرگ، ستور، ستور، بزرگ. گلاد یعنی شاد، خوشحال، گلاد. ویت یعنی سفید، ویت، ویت. برای مثال میتونیم بگیم ان فین بلوما، یک گل قشنگ. همونطور که میبینید صفت قبل از اسم اومده، ان فین بلوما، یک گل قشنگ. ات ستورت هوس، یک خانه بزرگ. دقت کنید از اونجایی که کلمه هوس جزء کلمات ات دار هستش، بنابراین ستور هم انتهاش تی میگیره. ات ستورت هوس، یک خانه بزرگ. ان گلاد پویکه، یک پسر خوشحال، یک پسر شاد. ان گلاد پویکه. ان ویت ترویا، یک پیراهن سفید. ان ویت ترویا، ان ویت ترویا، یک پیراهن سفید. صفت بیلیک یعنی ارزان. حالا تصور کنید میخوایم بگیم ارزان، ارزانتر و ارزانترین. توی این قسمت میخوام بهتون بگم که توی سوئدی از چه راهکاری باید استفاده کنیم تا صفت برتر و صفت برترین رو ایجاد کنیم. ارزان، ارزانتر و ارزانترین. بیلی یعنی ارزان. اگر بخوایم بگیم ارزانتر، همون بیلی رو مینویسیم، آخرش آره اضافه میکنیم. بیلی گاره یعنی ارزانتر، بیلیگره. اگر بخوایم بگیم ارزانترین، همون بیلیگ رو می نویسیم، آخرش یه اس اضافه می کنیم، بیلیگست، بیلیگست یعنی ارزانترین. پس شد بیلیگ، بیلیگره، بیلیگست. اجازه بدیم برای اینکه بهتر براتون جا بیفته چند تا صفت دیگر رو بررسی کنیم. مثلا فین، مین بیل ارفین، ماشین من خوبه. مین بیل ارفین، ماشین من خوبه. دین بیل ارفینره، یعنی ماشین تو بهتره. دین بیل ارفینره، ماشین تو قشنگتره. کارینز بیل ارفین است، ماشین کارین بهترینه. فین، فینره، فینست، قشنگ، قشنگتر، قشنگترین. یه صفت دیگر رو باید بررسی میکنیم، گیر یعنی گران. انوسکه کستار فموندرا کرونر، یعنی یک کیف قیمتش از 500 کرون. دن دیر، اون گرونه. انوسکه کستار 2000 کرونر، یعنی یک کیف قیمتش هست 1000 کرون. دن ا دیرره، اون گرونتره. دیرره. انوسکه کستار 3000 کرونر، یک کیف قیمتش هست 3000 کرون. دن دیر است، اون گرونترینه. دیر است، بنابراین دیر یعنی گران، دیرره یعنی گرانتر، دیر است یعنی گرانترین. صفت بعدی تروت یعنی خسته.
آنا ترت. آنا خسته است. آنا ترت. ماریا ترتره. یعنی ماریا خسته تره. ترتره. آندریاس ترتست. آندریاس خسته ترینه. آندریاس ترتست. ترت خسته. ترتره خسته تر. ترتست خسته ترین. یه نمونه دیگه، گلاد یعنی شاد. امیدوارم که همیشه توی زندگیتون هر لحظه گلاد باشین، خوشحال. محمد گلاد. محمد خوشحاله. یاشار گلادره. یاشار خوشحالتره. یاشار گلادره. مهشاد گلادست. مهشاد خوشحال ترینه، شاد ترینه. گلاد است. مهشاد گلاد است. بنابراین گلاد یعنی خوشحال، گلادره یعنی خوشحال تر، گلاد است یعنی خوشحال ترین. خب همونطور که متوجه شدین توی زبان سوئدی توی اغلب موارد و نه همه موارد برای برتر و برترین کردن هر صفتی از آره و است استفاده میکنیم. توی این جدول چند نمونه رو با هم مرور میکنیم. دیر، دیراره، دیرست. یعنی گران، گرانتر، گرانترین. بیلیگ، بیلیگره، بیلیگست. ارزان، ارزانتر، ارزانترین. ترت، ترتره، ترتست. خسته، خسته تر، خسته ترین. گلاد، گلادره، گلادست. شاد، شادتر، شادترین. فین، فینره، فینست. خوب، خوبتر، خوبترین. آری، آریره، آریست. عصبانی، عصبانیتر، عصبانیترین. وکر، وکرره، وکرست. قشنگ یا همون زیبا، زیباتر و زیباترین. توی مورد آخر اگه دقت کنید، وکر ای ما بین حروف موقع صفت برتر و صفت برترین حذف شده که این تابعی از یک قانون گراماتیکه که بعدا توضیح میدم. و اما در زبان سوئدی بعضی از صفت ها هم هستن که از قانونی که امروز به شما یاد دادن پیروی نمی کنن و فعلا باید با حفظ کردن اونها رو یاد بگیرین. برای مثال در جدول روبرو چند نمونه رو میبینین. برا، بتر، بس. خوب، بهتر، بهترین. دولی، سمره، سمست. بد، بدتر، بدترین. اینگ، اینگره، اینست. جوان، جوانتر، جوانترین. گمل، الدره، الدست. پیر، پیرتر، پیرترین. لیتن، میندره، مینست. کوچک، کوچکتر، کوچکترین. ستور، ستره، ستشت. بزرگ، بزرگتر، بزرگترین. برای اینکه به بقیه درس‌های من هم دسترسی پیدا کنین توی یوتیوب تو قسمت سرچ می‌نویسین آکادمی آنلاین زبان سوئدی تا به پلی‌لیست بقیه ویدیوهای آموزشی دسترسی پیدا کنین. دکمه سابسکرایب رو یادتون نره بزنین تا جدیدترین ویدیوهای من به دستتون برسه و توی تلگرام هم
بنویسین @pro تا به متون درس ها هم دسترسی پیدا کنید. امیدوارم که ویدیوی آموزشی امروز هم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی، هی دو.